علی جنتی در نخستین روزهای ورودش به وزارت ارشاد سخنانی گفت که جنجال‌های زیادی برپا کرد و باعث احضارش به کمیسیون فرهنگی مجلس شد. او درباره موضوعی صحبت کرد که سابقه قبلی نداشت، آوازخوانی زنان. چند روز پیش از این سخنان وزیر ارشاد، داریوش پیرنیاکان، دبیر خانه موسیقی، نیز در برابر مرادخانی، معاون هنری ارشاد، شدیداً از سیاست‌های نظام در حوزه موسیقی انتقاد کرد و خواستار آزادی خوانندگی زنان شد. بسیار بسیار ورزیده خوب و بین بانوان و دخترها میخوانند. اینا چه باید بکنن؟ همه دوستان من در خانه موسیقی و همه عزیزانی که هستند یک دل و یک صدا با فرمان اینها رو میخوانیم. مجوزها، سالن کنسرت، صدای بانوان، سازها، همه اینها درخواست هایی است که ما از مسئولین میخوانیم. انتقادات در این زمینه رو به فروکش بود که خبری منتشر شد. یک خواننده زن مجوز گرفت. آلبومی از نوشین تافی با طرح جلدی از عکس او رو نمایی شد. این بار وزارت ارشاد به خطوط قرمز بسیار نزدیک شده بود. من اونقدر اوج و خطر دوست دارم، دگر بار بر شو به اوج معانی، که این تازه رنگ و زبر دوست دارم. نه شرقی نه غربی، نه تازی شدن را برای تو ای بوم و بر دوست دارم. این خبر آتش زیر خاکستر را دوباره شعله بر کرد. رسانه ها مجوز دادن به این آلبوم را نقد و مراجع تقلید نیز شدیداً به وزارت ارشاد انتقاد کردند. این گلایه ها ارشاد را ناچار به انتشار بیانیه کرد. در این بیانیه به روال همیشگی باز هم رسانه ها متهم درجه یک بودند. رسانه هایی که وزارت ارشاد آنها را مخالف و معارض دولت خوانده بود. خوانندگی زنان باز هم سوژه رسانه ها شد. این بار در اپرای عاشورا. با وجود انتشار فیلم این آوازخوانی، مسئولین ارشاد باز هم مسئله را از اساس تکذیب و به رسانه ها حمله کردند. سخنگوی ارشاد اعلام کرد فیلم از زاویه نزدیک گرفته شده و انتشار آن هم با اغراض سیاسی بوده. علی مرادخانی هم برای آرام کردن دل وزیر او را به این اپرا برد. جنتی بعد از تماشای اپرا به روی رسانه‌های منتشر کننده فیلم آتش گشود و تلویحاً آنها را با مردم شام در زمان امیر مؤمنان علیه السلام مقایسه کرد. او هم انتشار این فیلم و انتقادات به وزارت ارشاد را سیاست بازی رسانه‌ها دانست. پس از این تکذیب‌ها، خبرگزاری نسیم فیلم دیگری از اپرای عاشورا منتشر کرد. فیلمی از زاویه دور به همراه ناهماهنگی‌های واضح در اجرایی که وزیر دیده بود. ناهماهنگی‌هایی که نشان از اصلاح یک شبه این اپرا داشت. قبا بر تن زره بر تن، با انتشار این فیلم هرچند مسئولین وزارت ارشاد ترجیح دادن سکوت کنند، اما مدیر کل حراست معاونت هنری این وزارتخانه به طور ناگهانی از سمتش برکنار و قربانی این اپرا شد. اما اینها پایان سریال آوازخوانی زنان در دولت 11 هم نبود.
این بار اتفاقی مشابه و البته بدتر از دفعات قبل در قالب کنسرت تئاتر روی داده. کنسرت تئاتر در روزهای آخر اسفند که محمد رحمانیان آن را در تالار وحدت و مقابل علی مرادخانی روی صحنه برد نیز به شکل واضحی با آوازخوانی خاص یک زن همراه بود. گویا ورود به خط قرمزهای فرهنگی که قبلا توسط جریانهای شبه روشنفکری و در پس پرده صورت می گرفت در سایه قفلت نهادهای فرهنگی و نظارتی و حمایت نفوذی‌ها به فرایندی رسمی و چه بسا طلبکارانه تبدیل شده است.